به نام خداوند پاک سلام عرض میکنم حضور تک تک شما بینندگان عزیز. امید که از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشیم و لباس عافیت به تن داشته باشیم. خوش آمدیم به ویژه برنامه فصل زندگی با ما مصطفی سیرت و همکار عزیزم بانو سحر میسوی. موضوعی که امروز میخواییم در رابطه به او صحبت بکنیم و گفتنی های داشته باشیم همکارم به شما میگم. تشکر همکار عزیز، من به نوبه خود سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزی که همین لحظه ما تماشا میکنن. امید است که در کانون گرم خانواده خوب و خوش و سلامت باشین. موضوعی که در رابطه به او امروز صحبت میشه موضوع خانواده و زمانی که حرف از خانواده میشه این حس به انسان دست میده که انسان چگونه شخصیت خود بسازه و چگونه یک شخصی در جامعه باشه که به جامعه مفید باشه و همین چیزها باعث میشه که میتونیم در کل نتیجه بگیریم از این که خانواده سازنده زیربنای تمام افکار اجتماعی هسته و یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی به شمار میره و همچنین میشه گفت که یک خانواده زمانی که طفل پرورش میده تمام مسئولیت همون طفل به عهده داره، شامل تهیه نفقه از او، چگونه طفل خود بار بیاره و چگونه او آموزش بده که او رای هم مکتب شه و با محیط جدید آشنا بشه. دقیقاً همکار عزیز، بینندگان عزیز، قسمی که همه شما میفهمید واقعا خانواده که نقش خیلی مفیدی داره در تشکیل هویت و شخصیت فرزندان. خب در جامعه سالم هم باید خانواده ها از سلامتی برخوردار باشه، یعنی ما زمان میتونیم انتظار یک جامعه سالم داشته باشیم که خانواده ها بررسی بکنیم و خانواده ها در این جامعه از سلامتی برخوردار باشن، چون خانواده های که سازنده تمام افکار و ایده قسمی که هم کارم گفتن در خود طفل و بالاخره کودکان میشه. و همچنین به قول یکی از دانشمندان که میگه برای اینکه یک واقعیت اجتماعی خوب بتونیم برداشت کنیم خوبه که خانواده ها رو بررسی کنیم، چون واقعا خانواده یک قسمی که گفتم که زیربنای همه ایده ها و افکار میسازه. وقتی که خانواده بتونه مو روش ها و ارزش ها و به طور دقیق و درست به اعضای از او خانواده بالاخره کودکان که هستن اونور به اونا آموزش بده، پس یک واقعیت اجتماعی خیلی خوبی میتونیم ما از او جامعه برداشت کنیم. و برعکس اگر نتونه که خانواده امو ارزش ها به طور دقیق و آسان از او به فرزندان اطفال و کسانی که در او زندگی میکنن اونار آموزش بده، یک واقعیت اجتماعی منفی میشه که از او جامعه برداشت کنیم. یعنی از خود خانواده ها میشه موقعیت های اجتماعی بهتر بفهمه و بهتر درک کنه. بله همکار عزیز، دقیقاً. و در همین راستا دانشمندان زیادی بودن که نظریه دادن، از جمله دانشمندی هم بود به نام دالی که نظریه داده بود که خانواده سازنده تمام افکار و ایده هایی است که زیربنا و تهداب جامعه می‌سازه. یعنی در کل میشه ما نتیجه بگیریم که زمانی که در محیط خانواده یک طفل بزرگ میشه تمام آداب و شیوه و رسوم از محیط خانواده کسب میکنه و به دست میاره و او شخصیت خود کم کم در محیط خانواده میسازه تا چگونه یک شخصی در آینده خانواده طفل چگونه پرورش بدن و به جامعه تقدیم کنن و او طفل هم تمام عنعنات و رسوم از محیط خانواده فرا میگیره. دقیقاً. و اگر در رابطه به سابقه خانواده صحبت بکنیم، سابقه خانواده به اندازه سابقه زیست بشر در روی کره زمینه. یعنی خانواده از سابقه خیلی طولانی و بالاخره خیلی بزرگی بگون برخوردار. و همچنین کارکردهای خانواده هم در جوامع مختلف مشابه بوده، اما بر اثر یک سری تغییراتی که در بالاخره تغییرات فرهنگی و اجتماعی و به خصوص اقتصادی که به وجود آمده باعث از این شد که ساختار خانواده هم با دیگرگون بشه و در اونها یک دیگرگونی به وجود بیاد و کاملا امنیت خانواده پابرجاست. یعنی در این اواخر آنقدر به امنیت خانواده پی بردن که دانش به نام جامعه شناسی خانواده تدریسی کردن که این دانش روابط بین خانواده ها بررسی میکنه، روابط بین خانواده از پدر و پسر، یعنی چه رقم با هم ارتباط دارن و کلا اعضای فامیل که در زیر سقف یک خانه زندگی میکنن تمام روابط بین از اینا بررسی میکنه. بله، و خانواده هم در شکل دادن شخصیت کودک رول اساسی داره. یعنی زمانی که در محیط خانواده فضای مهر و محبت صمیمیت وجود داشته باشه باعث میشه که ذهن کودک به خوبی رشد کنه و در حین بزرگ شدن کودک یک شخص اجتماعی خوش اخلاق و خوش رفتار در جامعه به وجود میایه
و این بالای شخصیت کودک و بالای همون رفتار از او خیلی تاثیر میگذاره، تاثیر مثبت هم میتونه داشته باشه. دقیقاً کلاً گفتم خانواده که امو ایده ها و بالاخره افکار کسانی که در او زندگی میکنن هم میسازه، و وقتی که پدر و مادر بتونن امو ارزش ها رو به طور دقیق به کودکان خوب بالاخره بیاموزن، کودک یک شخصیت خیلی خوب و مثبت در جامعه بالاخره پیدا میکنه و بهره مند میشه. و همچنین در اثر تغییراتی که در ای اواخر به وجود آمد و بالاخره در نظام اقتصادی کلان تغییراتی به وجود آمد، ساختار خانواده هم دچار یک سری دیگرگونی های شد که خانواده ها رو به انواع مختلفی تقسیم کرد، که یکی از این خانواده ها خانواده نامبریه. خانواده نامبری خانواده ای که فرزندان زیر نام پدر یا مادر هویت میگیرن، که در نظام پدر نسبی که است فرزندان زیر نام پدر و در نظام مادر نسبی فرزندان زیر نام مادر هویت میگیرند، و در خود نظام پدر نسبی که است زن هم زیر نام شوهر خود هویت میگیره و بالاخره به نام از یاد میشه، که این خانواده ها فکر کنم بیشتر در کشورهای غربی آسیا و شمال افریقا همکار عزیز وجود داره. دقیقاً همکار عزیز، در ایران هم زیر نام شوهر نسبی خانواده وجود داره، یعنی خانم میتونه بعد از ازدواج نام خانوادگی شوهر خود بگیره. بله، و اگر خانواده را از نظر نسبی مطالعه بکنیم، دو نوع خانواده، یکی خانواده پدر سالاری و دیگری خانواده مادر سالاری میتونیم تجزیه بکنیم. خانواده مادر سالاری، خانواده مادر سالاری خانواده ای که بیشتر کودکان یا اطفال به مادر وابسته باشند یا تصمیم گیرنده نهایی در او خانواده مادر باشه. و جالبه که خود کلمه مادر قبلتر از کلمه پدر وجود داشت، چون در گذشته که بود بیشتر تصمیماتی که گرفته میشد و بیشتر مسئولیت های فرزندان به دوش مادران بود، و در اثر تحقیقاتی که خود ژن شناسان کردن به این نتیجه رسیدن که مادران علاقه ذاتی به مادر شدن دارن، در صورتی که پدران علاقه ذاتی به پدر شدن ندارن، و بر اثر تغییراتی که وجود آمده در شرایط زندگی، تغییراتی که وجود آمده باعث این شده که پدرها هم علاقه خاصی به پدر شدن پیدا بکنن و بالاخره فرزندان خود تربیت بکنن. دقیقاً همکار عزیز، خانواده هم وجود داره به نام خانواده پدر سالاری، یعنی زمانی که خانواده پدر سالاری میگیم تصمیم گیرنده اصلی پدره، و پدر در محیط خانواده تصمیم میگیره که خانواده از او چیکار کنن، یا تا چی اندازه میزان تحصیل از اونا باشه، تا چی اندازه کارکرد از اونا باشه، و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات هم بالای محیط خانواده تاثیرات مثبت و منفی خود گذاشته، از جمله ای که تأثیری که بالای محیط خانواده گذاشته ای که خانم ها هم امروز تصمیم گرفتن مانند مردها، یعنی دوش به دوش مردها کار بکنن و در اقتصاد سهم داشته باشن و به بازارهای بیرون راه یافتن از جمله، و همچنین تحصیل خانم ها هم امروزه زیاد شده نسبت به گذشته، که یعنی نمیگذاشن خانم ها تحصیل بکنن، این هم بالای از اونها تحصیل گذاشته و میتونن از جنبه های مثبت از او به شمار بره. دقیقاً همکار عزیز، خود فناوری اطلاعات و ارتباط باعث ازی شده به قول شما که سطح آگاهی خانواده ها بلند داره و زنها هم در بازار کار سهم بگیرن و دوش به دوش مردان خود در اقتصاد خانواده ها کار بکنن و سهم بگیرن و کمک بکنن. و همچنین بینندگان عزیز، میریم یک ویدیو کلیپ میبینیم و پس از آن با همکارم و مهمان برنامه باشیم. خانواده، خانواده جایی است که افراد برای مدت نامشخص در آن زندگی می کنند. در گذشته ها خانواده یک ساختار گسترده و بزرگی داشت که هنوز هم در برخی کشورها وجود دارد. خانواده های گسترده یا بزرگ خانواده هایی هستند که فرزندان بعد از ازدواج هم در کنار پدر و مادر می مانند و یک اجتماع بزرگتری را می سازند. در خانواده های گسترده که در گذشته وجود داشت، فقط از طریق کشاورزی همون مصرف و ضروریات زندگیشان را تأمین میکردن. همه با هم همکار بودن و کارشان هم مانند بود. فرزندان مطابق به رفتار پدرشان عمل میکردن، یعنی بعد از فوت پدر مانند او رفتار میکردن، و میشه گفت در خانواده های گسترده نظام پدر سالاری وجود داشت. با گذشت زمان ساختار خانواده هم یک سری تغییراتی را به وجود آورد که از گسترده یا بزرگ به هسته‌ای مبدل شد. خانواده های هسته‌ای
خانواده های هسته ای متشکل از زن، شوهر و فرزندانی هستند که هنوز ازدواج نکردند. در این خانواده ها فرزندان بعد از ازدواج از پدر و مادر جدا شده و زندگی جداگانه ای را تشکیل می دهند. خانواده های هسته ای بیشتر در کشورهای مدرن وجود دارد، اما تکنولوژی های امروزی هم مزیت ها و مشکلاتی را در خانواده به وجود آورده. از مزیت ها می توان گفت که سطح آگاهی خانواده را بلند برده و خانواده ها را به هم نزدیکتر ساخته. اما از نگاهی دیگر تکنولوژی و اینترنت نشست و گفتگو بین خانواده ها را ضعیف‌تر کرده و صمیمیت را بینشان کمرنگ ساخته است و استفاده بیش از حد از اینترنت حس عاطفی اعضای خانواده را به یکدیگر کم کرده و باعث شده که دنیای کودکی کودکان را از بین ببرد و دنیای مجازی را جایگزین آن نماید. سلام و مجدد حضور شما عزیزان و کسانی که همکنون به برنامه فصل زندگی پیوستند. امیدوارم از ویدیو کلیپی که پخش شد خوشتان اومده باشه و استفاده های کافی از آن کرده باشیم. عزیزان، خانواده جایی است که کودک اولین وابستگی ها خور با اعضای او برقرار میکنه و طریقه حرف زدن و صحبت کردن میاموزه. برای شرح بیشتر موضوع خانواده آقای فیروزمد حسینی رئیس میمان در استدی و خود داریم. آقای حسینی خوش آمدید برنامه. تشکر، من به نوبه خود عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شما. تشکر آقای حسینی. آقای حسینی، از آن جایی که خانواده نقش مهمی در خود ساختن ایده ها و در جامعه داره، میشه نظرات شما را در رابطه با خانواده داشته باشیم؟ در نخست چی خوب است که یک تعریف کوتاهی از خود خانواده داشته باشیم. خانواده عبارت از یک گروه خویشاوندی میشه که در اجتماعی کردن فرزندان و همچنین برآوردن برخی نیازهای بنیادی نقش اصلی را عهده‌دار میباشه و همچنان در طول تاریخ ما شاهد انواع و اقسام و ساختار خانواده میباشیم که در به مرور زمان متحول شده و ساختار آنها تغییر کرده، که از جمله میتونه خانواده هسته‌ای، خانواده گسترده، خانواده زیستی و غیره را نام برد. در لبرای صحبت خود در رابطه با خانواده هسته‌ای و گسترده تذکر دادن، میشه بیشتر در رابطه بین آن شرح بدین؟ در مورد خانواده هسته‌ای باید گفت که از زمان روی کار آمدن کارخانه های صنعتی و وجود آمدن کار دفتری رونق یافت. همچنان خانواده هسته‌ای عبارت از خانواده میباشد که متشکل از زن و شوهر و فرزندان و یا هم زن و شوهر بدون فرزند میباشد، که خانواده هسته‌ای هیچگاه گسترش نمییابد و به محض اینکه طفل در از خانواده هسته‌ای به سن بلوغ میرسه و یا ازدواج میکنه، از پیکر خانواده جدا میشه. و همچنان خانواده گسترده که متشکل از جمع گروه خونی، زن و شوهری و خویشاوندی میشه که در زیر یک سقف زندگی میکنن و همچنان فرزندان آنها بعد از ازدواج نیز با آنها زندگی میکنن، که همین عامل باعث شده که خانواده گسترده پیشرفت کنه. و همچنان در خانواده های گسترده پدر نقش اصلی را در تربیت فرزندان داره. یعنی که در خانواده گسترده کلن مسئولیت فرزندان به دوش پدره؟ بله، وقتی که پدر و مادر ای عده وقتی که پیر میشن نمیتونن به درستی انجام بدن، بعضی مسئولیت های از اینا به دوش پسر بزرگ واگذار میشه. پسران خور جانشین پدر میدن؟ بله. تشکر آقای حسینی. خوب بینندگان عزیز، میریم نظر شنوندگان در رابطه به ساختار خانواده که دیگر گونی های دری به وجود آمد و همچنین مزیت ها و معایبی که خود فناوری اطلاعات و ارتباطات بالای خانواده گذاشته با هم میبینیم. بعد از آن در خدمت شما هستیم. سلام، اسم خودم معرفی کنه. یاسین مرزایی هستم، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه هرات. آقای مرزایی، به نظر شما اینترنت یا صفحات اجتماعی چی تاثیر بالای محیط خانواده داره؟ تشکر. قبل از همه چیز ما باید یک نکته را فراموش نکنیم که رسانه‌های اجتماعی و صفحات اجتماعی اینترنت در نفس و ماهیت خود یک پدیده بسیار مفید هستند جهت مبادله اطلاعات و اشتراک گذاری معلومات. اما متاسفانه بحث اصلی اینجاست که نحوه استفاده رسانه اجتماعی چه قسم است. متاسفانه در افغانستان به قسم معیاریشان استفاده صورت نمیگیرند. یعنی ما خیلی کسایی داریم که صفحات مجازی را تحت نام مستعار میسازند، تحت نام یک کس دیگه فعالیت میکنند که در واقع با زندگی و آبروی شخص طرف بازی میکنند، که در نفس خود میتونه کار غیر عقلانی باشد. سلام، میشه خودم معرفی کنه؟ سلام خدمت شما، نسیم نوری هستم، محصول سال سوم دانشکده خبرنگاری دانشگاه تهران. آقای نوری، به نظر شما یک خانواده خوب داره چه خصوصیاتی میباشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من یک خانواده خوب میتونه یک از ویژگی های خاصی که در قدم اول باید داشته باشه اینه که باید یک رهبر خوب داشته باشد.
رهبری که بتونه به درستی همه اعضای خانواده رهبری کنه و از اصول اخلاقی و اصول اجتماعی باید برخوردار باشد که آگاه باشد از اصول اجتماعی و اصول اخلاقی تا بتونه به درستی همه اعضای خانواده را رهبری کنه. و زمانی که یک رهبر بتونه اعضای خانواده را به درستی رهبری کنه، اعضای خانواده هم بین خود باید احترام متقابل داشته باشه و به رهبر خود اعتماد داشته باشه و از دستورات او پیروی کنه. زمانی که اعضای خانواده بین خود وحدت داشته باشه و از دستورات هم پیروی کنه، میتونیم یک خانواده خوبی داشته باشیم در زمان که از خصوصیاتی است که باید یک خانواده خوب داشته باشه. سلام، میشه خودم معرفی کنه؟ اسحاق آریانفر، یکی از شهروندان شهر هرات. آقای آریانفر، به نظر شما چی تفاوت بین خانواده‌های امروزی تا گذشته وجود داره؟ چیزی که تمدن امروزی در ساختار خانواده وجود آورده این هست که در گذشته خانواده ها به صورت گسترده زندگی میکنند، یعنی چند فامیل دو هم زندگی میکنند از یک چند نسل در نسل. اما امروز تمدن چیزی که در خانواده ها به تغییر آورده این هست که خانواده ها به صورت انفرادی شده، یعنی ساختار ها به صورت انفرادی شده و وقتی که جوان ازدواج میکنه میره خانواده مجزا از خانواده قبلی خود تشکیل میده. تشکر از شما. بازم خوش اومدیم به برنامه. آقای حسینی، از آنجایی که خود فناوری اطلاعات و ارتباطات هم قسمی که گفتم مزیت ها و معایب برای خانواده ها به وجود آورده در اول، بله، میشه از جمله مزیت هایی که خود فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد خانواده ها به وجود آورده در رابطه با این نظر شما را داشته باشیم؟ طوری که امروز ما شاهد هستیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام بخش های زندگی، چی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی تارتنیده و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمیدند رشد چشمگیری نیت داشتند و کشورهای جوان سوم بخصوص افغانستان آنطور که باید نتوانستند از این فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند. به هر صورت این فناوری مزیت های نیز برای خانواده ها به وجود آورده، از جمله می توان رشد اقتصادی نام برد که باعث پیشرفت سطح مادی خانواده ها شده و همچنان ایجاد شغل پردرآمدتر برای خانم ها که در گذشته خانم ها نمی توانستند ایجاد شغل نمایند، ولی حالا به آسانی می توانند که مشتغل به کار بشن و در سرمایه خانواده سهیم باشند و همچنان ایجاد الگوی مناسب برای مصرف می باشه که از هزینه‌های اضافی جلوگیری میکنه، چنانچه زنان و اطفال معیوب و افراد معیوب که در بعضی جوامع با حاشیه رانده می شدند و توانه جسمی ندارند اما توانه فکری خوبی برخوردارند می توانند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شغل نمایند و در اقتصاد خانواده سهیم باشند. در رابطه با خود موضوعی که گفتن در افغانستان نتونست فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش خور به اون صورتی که باید اجرا میکرد بکنه و استفاده درست از اون میشه، به نظر شما چی دلیلی داشته که نتونست جایگاه خوب پیدا بکنه؟ دلیل اینه که اینا برعکس اهداف از او به طور حداقل و یا میتونیم میانه بکنیم برعکس اهداف ساختار این فناوری در کشورهای جهان سوم استفاده میشه. این دلیل باعث شده که فایده های خوبی برای آنها نداشته باشه. خب از آنجایی که خود فناوری اطلاعات و ارتباطات مزیت هایی داره، معایبی هم داره که وقتی از او به صورت درست استفاده نشه حتما دچار نواقص بالاخره در خود ساختار خانواده ها میشه و به وجود میاره. میشه نظر خود در رابطه با خود نکات منفی که فناوری اطلاعات و ارتباطات بالای ساختار خانواده و خانواده ها داره بگین؟ به نظر من یکی از عواملی که باعث شده تکنولوژی و فناوری بالای خانواده اثر منفی بگذاره، نبود معلومات کافی در مورد نقش خود فناوری و تکنولوژی در کمی و کیفی زندگی می باشه و همچنان ساختار خانواده کشاورزی که در قبلا وجود داشت مبتنی بر مشارکت همگانی، همبستگی عاطفی و پیوستگی بود که تکنولوژی باعث از همگسیختگی این پیوندها شده و خانواده های گسترده را به خانواده هسته‌ای تبدیل نموده که این عوامل ریشه در عوامل تکنولوژیک دارد و همچنان جامعه امروزی و جامعه تکنولوژیک باعث شده که افراد وابستگی کمتری نسبت به خانواده داشته باشند و منجر به جابجایی نفوس و حتی مهاجرت ها شده که این مهاجرت ها بیشتر در بین نسل جوان جامعه می باشه که بازم ضربه ای است بر پیکر خانواده. و همچنان امروزه اطفال و نوجوانانی که بیشتر و
مصروف استفاده از فناوری و تکنولوژی مدرن هستند، اینا بیشتر زندگی خود را در فضای مجازی سپری میکنند و از خانواده و والدین جدایی میگیرند که باعث از بین رفتن عواطف و احساسات پدر و مادر از فرزندان میشه. ولی اگر این فضا مناسب با اصول اخلاقی، اعتقادی و یا خانوادگی آن شخص نباشه، میتونه برای خود طفل، برای خانواده و حتی جامعه در آینده مشکل ساز باشه. یعنی خود فناوری اطلاعات و ارتباطات و میشه بهتر بگم تکنولوژی های امروزی و صفات اجتماعی که دنیای مجازی باعث ازی شده که اس عاطفی خانواده ها نسبت به هم ضعیف بشه، یعنی اعضای خانواده. درسته که این عامل باعث شده که اطفال بیشتر منزوی و گوشه نشین بشن و دنیای کودکی اینا از بین بره و بیشتر در فضای مجازی زندگی کنن. تشکر آقای حسینی ازی که در برنامه تشریف آوردین. زنده باشه. من تشکر میکنم از شما و برنامه زیبایش. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه امروزی فصل زندگی که تقدیم حضورتان شد. امید که داشته های برنامه امروزی مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.